سلام به همه خوش به راند هفتم مسابقات نورویچس این دفعه میخوایم بریم سراغ گل سرسبد بازی ها، یعنی بازی علیرضا فیروزا در مقابل مگنس کالسن تو این مسابقه مگنس کالسن مهرای سفید رو داره و علیرضا فیروزا مهرای سیاه اما راجع به فرمت این مسابقات فرمت این مسابقات به این شکلی که هر بازیکن برای کل مسابقه 120 دقیقه زمان داره و به ازای هر حرکتی که انجام میدن 10 ثانیه پاداش زمانی دارن البته این پاداش زمانی از حرکت 40 تازه شروع میشه میدونیم که اگر که بازی های کلاسیکال مساوی شدن میریم سراغ مسابقات آرماگدون که در نهایت برنده رو مشخص میکنه توی مسابقات آرماگدون هم که قاعدتا میدونید که اگر که بازی مساوی بشه در نهایت بازیکن سیاه برنده است اما اینو یادتون باشه بازیکن سیاه توی اون بازی هفت دقیقه زمان داره و بازیکن سفید ده دقیقه پس اونقدر کار راحتی نیست که حتی بتونین بازی رو مساوی کنید این مسابقات در کشور نروژ و شهر استاوانگیر انجام میشه خب دیگه بریم سراغ مسابقه خب تو این مسابقه منگس کارسن با مهرای سفید گوشش ای 4 انتخاب میکنه حرکت C5 از علیرضا فیروزی و میره سراغ گوشش سیسیلی سی حرکت اسب f و حرکت E6 انجام میشه در نهایت میخوایم حرکت D5 رو هم انجام بدیم اینجا حرکات زیادی برای کارلسن وجود داره یکی اینه که فیلش رو گسترش بده یکی دیگه اینه که اسبش رو گسترش اسبش رو گسترش بده یکی دیگه حرکت سیسه خواهد بود اما کارلسن هیچ کدوم از اینها رو انجام نمیده و میره سراغ لاین فرنچ و حرکت فیل دی سه رو اینجا انجام میده که من واقعا بهتون پیشنهاد میکنم نرین سراغ این لاین چون یک مقدار پوزیشنتون رو پسیو میکنه اگر که بازیکن سطح بالایی نباشید قاعدتا کارلسن برای این حرکت آماده شده و این حرکت رو به هر حال انجام میده حرکت اسب سی اینجا انجام میشه و کارلسن قلعه میره کارلسن به این دلیل رفت سراغ این لاین که شاید بتونه فیروزیا رو توی تله بندازه و شاید فیروزیا با این لاین آشنا نباشه اما فیروزیا اینجا میره سراغ قدرتمندترین حرکت ممکن و حرکت جی پنج رو انجام میده که بهترین انتخاب ممکنه توی این پوزیشن اونم به این دلیل که شما میخواید سرباز رو رو به جلوتر برونید و پوزیشن این اسب رو خراب کنید و مجبورین حالا مثلا برش گردونید و پوزیشنتون خیلی پسیو خواهد بود به همین دلیل این حرکت اینجا انجام شد کارلسن الان فیلش رو برای توی خونه بی پنج که بخواد توی این خونه تعویز کنه بعد از اینکه اینجا فیل گسترش بده کرد کارلسن اینجا تعویز میکنه و تعویز میشه و الان به ساختار سربازهای سیاه نگاه کنید هیچ ضعفی واقعا اینجا ندارن به سرباز خونه سی پنج. که واقعا هیچ مشکلی برای پوزیشن سیا نیست میتونه برکت حرکت دیشیش هم از سرباز دفاع کنه و کارش واقعا تا اینجا عالی بوده حتی میتونه فیلش رو توی خونه یه A6 هم گسترش بده اینجا به هر حال ادامه میدن حرکت DC اینجا انجام میشه اما قدرتمندترین حرکت ممکن برای بازیکن سفید این بود که حرکت دیچار انجام بده اما اگر که این حرکت انجام میداد اجازه حرکت G4 رو به بازیکن سیاه میداد بعد از اینجا بگیم اسب جابجا بشه شما میتونستین برین سراغ این سرباز سربازو رو برنده بشین بعد از اون بگیم که با وزیر برین سراغ این سرباز درسته که به نظر پوزیشن مساوی دارید اما واقعا بازیکن سیاه میشه گفت اینجا بهتره چون یک سرباز فوق العاده قدرتمند داره و جلوی پیشروی سربازهای سفید رو میگیره و این ساختار زیادی قدرتمنده الان هم قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجین اینه که شاه F8 کنید و از فیلتون دفاع کنید و هیچ مشکلی برای پوزیشن شما نخواهد بود در نهایت میدونید که اصلا نیاز قلعه برید چون روختون میتونه بیاد توی فایل باز و شروع کنید حمله کردن به شاه سفید که به هر حال این حرکت رو کالسن انجام نداد نرفت سراغ ترین حرکت ممکنی یعنی حرکت دی چار و فقط حرکت دی رو انجام داد و الان تهدید داره که بره سراغ این سرباز به خاطر همین سرباز رو به جلو میره باز هم اس توی خونه دی دو و حرکت در واقع اچ 5 انجام میشه و از سربازمون دفاع میکنیم چون دیگه واقعا راه دفاع خاصی وجود نداشت حرکت اف 4 حرکت اف 5 میتونست پوزیشن شاه رو ضعیف کنه اینجا باز هم کارلسن اسب خودش رو گسترش میده و میبرش توی خونه 23 و الان میبینید که کارلسن قهرمان اسبق جهان استانداردهای شطرنج رو زیر پا گذاشته و میتونه به ضررش تمام بشه به هر حال اینجا ادعا میدیم از سرباز دفاع میکنیم چون اسب برده بودیم برده بودیم توی خونه 23 و داشتیم حمله میکردیم به سرباز پس با حرکت دیشیش ازش دفاع میکنیم قاعدتا و توی این پوزیشن به نظر میاد کارلسن برتری رو داره اما حرکتی که انجن پیشنهاد میده واقعا به مذاق من خوش نمیاد و اونم حرکت اف خواهد بود درست اگر که اینجا تعویض کنی شما با وزیر میزنید و پوزیشنتون تقریبا میشه گفت برند است اما میتونه پوزیشن شما رو این حرکت ضعیف کنه چون واقعا نمیخواد اینجا تعویض کنی و تعویض بشه حتی اگر که سرباز رو من بدین از اونجایی که فایل رخ باز شده میتونه به ضررتون باشه به همین دلیل اینجا کالسن حرکت اف 4 انجام داد که یک حرکت غیر دقیقه اما واقعا به نظر من حرکت خیلی خوبیه چون سرباز هم رو به جلو رفته همین که فضای خیلی زیادی رو گرفته همین که اگر که اینجا آن پاساند بازیکن سیاه زد شما میتونید باز هم با وزیر بزنید و پوزیشنتون رو برنده کنید به همین دلیل کارسن اینجا حرکت F3 رو انجام نداد که به نظر من انتخاب خوبی بود اینجا اینجا حرکت اس E7 از فیلوجی انجام میشه که باز هم یک حرکت غیر دقیقه حرکت دقیق همونجور که الان شما میبینید حرکت اف 4 بود اما واقعا کیه که بخواد اینجا حرکت F4 رو انجام بده چون اگر که بخوایم تعویض کنیم و تعویض بشه درسته به نظر پوزیشن به نفع بازیکن سیاه میاد اما کافی یک اشتباه کوچیک انجام بدیم تا کاملا پوزیشن برعکس بشه و حتی این رخ سفید هم میتونه بیاد توی بازی و میتونه خیلی خطرناک باشه به همین دلیل فیروز جا این حرکت رو انتخاب نکرد اینجا و فقط اینجا اسبش رو گسترش داد اما کارلسن اینجا یک حرکت العاده رو پیدا میکنه و فیل در واقع دیدو میکنه و در واقع این سرباز رو میده به بازی کنه سیاه حرکت دیگه ای که ممکنه به ذهن شما بیاد اینه که اسبتون رو گسترش بدین که هیچ مشکلی نداره اما همجور که دیدیم اینجا فیل گسترش بده کرد و فیروزا میره سراغ سرباز و به نظر میاد داره رخ رو برنده میشه اما اینجا فیل میره توی خونه ای 5 و هم داریم به وزیر وزیر مجبور بره توی خونه دی دو و الان باز هم سن فقط اسب خودش رو میاره بیرون و حواستون اینجا باید باشه به نظر میتونید برین سراغ این خونه اما نه چون اگر که رخ رو برنده بشید اینجا ما با وزیر میزنیم و الان به این دسترسی نگاه کنید به این قط نگاه کنید که وزیر تحت کنترل داره حرکتی که شما قادتا به ذهنتون میاد اینه که شما میخواید این دو خونه رو حداقل تحت کنترل بگیرید و چرا حرکت رخ جی رو انجام ندیم اما اگر که این حرکت رو انجام بدین بعد از اینکه اینجا پوزیشن رو باز کردیم اگر که سرباز قبول شد که دیگه کارتون همینجا تمومه چون اینجا اسب گسترش پیدا میکنه و الان به این چنگال نگاه کنید به گرفتن این خونه نگاه کنید و بعد از اینجا بگیم شما این سرباز رو هم برنده شدین حرکت خاصی وجود نداره اما میتونیم بریم سراغ چنگال و بازی رو کاملا, کاملا ببریم اما اگر که بخواید دفاع کنید و مثلا میگم اینجا اسبتون رو گسترش بدین و از این خونه بگیم دفاع کنید شما اینجا میرین سراغ این سرباز و پوزیشنتون کاملا برنده است اگرم که بخوایم بریم سراغ قدرتمندترین حرکت ممکن با تجربه انجین که حرکتش حرکت روح h 7 بازم وارد همین پوزیشن میشین و بعد از اینکه دوباره همین حرکت انجام بدین قادرتا نمیتونیم تعویض کنیم اگرم که تعویض نکنیم و بخوایم سرواز رو بجلو بریم باز هم میریم سراغ این سرباز و پوزیشن شما کاملا بازنده است به همین دلیل این حرکت انجام نشده از فیروزیا و نرفت سراغ رخ که میتونست خیلی خطرناک باشه و همینجا بازی رو تموم کنه برای فیروزیا به هر اینجا فیلش رو برمیگردونیم توی خونه جی هفت اینجا حرکت وزیر ایه که انجام میشه فیل a 6 میدونیم که فیل سفید کاری توی بازی نمیکرد پس بهتر یه جورایی گسترشش بدیم این حرکت به حال انجام شد حرکت در واقع رخ دیه که انجام شد هم وزیرش میکنیم استاندارده و حرکت F4 اینجا انجام شد نمیخوایی کنید چون اگر که بشه شاه کافی بیاد توی خونه جیشیش و کاملا جاش امنه و هیچ مشکلی براش نیست و راه نفوذ رخ هم در واقع فراهم میشه و هم فایل وزیر هم هستن که میتونه درد ساز بشه به همین دلیل کارسن اینجا تعویض نکرد و فقط سربازش رو رو به جلو روند اینجا حرکت اسب جیشیش انجام میشه و حرکت اسب سی 4 از کارلسن الان میبینی که این فیل توی بازی کاری نمیکنه پس فیروجا تصمیم میگیره که حداقل از شر این فیل سفید خلاص بشه چون این سربازها ها کاملا تحت کنترل گرفتن این فیلو، رو اینجا تعویض میشه و تعویض می‌کنیم و اینجا فیروجا تصمیم میگیره که سرباز خونه دی ش رو به جلو برونه و ببرش توی خونه دی پنج. اینجا سرباز خونه سی پنج رو از دست دادین که کارلسون هم سری میره دنبالش بعد از اینکه اینجا همونجور که میبینید تمپ داره وزیر وزیر جابجا شد دوباره برمیگردونه اسب و و اصلا نمیخواین اینجا تعویز کنید چون همینجا میتونید این حرکت رو انجام بدین و بازی رو ببرید حتی اگر که نخواستین رخ و در رخ و فیلتون رو بدید میتونید اینجا فقط اسبتون رو گسترش بدید و الان این رنگ رو نگاه کنید که کاملا تحت کنترل شما خواهد بود و بازی رو میتونه تعیین کنه به همین دلیل اینجا فیروزیا فقط و فقط قلعه رفت یک اشتباه حرکتی که انجین به ما پیشنهاد میده اینه که فیل رو ببریم توی خونه F8 همونجوری که شما هم الان توی تصویر میبینید اما دلیل این حرکت چیه چون اگر که شما فیل رو ببرید توی خونه F8 شما کنترل خونه D6 رو دارید و اجازه این رو نمیدیم که فیل سیاه بیاد توی خونه D6 چون اگر که فیل سیاه بیاد توی خونه D6 فیل سیاه بازیکن سفید بیاد توی خونه D6 کاملا پوزیشن سی رو تحت کنترل خواهد گرفت به همین دلیل این قدرتمندترین حرکت انجین بود اما همونجور که دیدیم اینجا قلعه رفت فیروزجا و الان فیل میتونی بیاد توی بازی و حمله میکنیم به رخ بعد از اینکه اینجا رخ جابجا شد خونه یه. D6 رو با فیلمون تحت کنترل میگیریم. اینجا حرکت وزیر ایشیش 6 انجام میشه و حرکت وزیر f از کارلسن که یک اشتباه و برتریش رو اینجا از دست میده کارلسن. قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجین شطرنج اینه که شما حرکت سی پنج رو انجام بدید و در واقع از فیلتون چندین و چند بار دفاع کنید اما حرکتی که کارلسن هم انجام داد اونقدر حرکت بدی نیست چون شما واقعا نمیتونید اینجا تعویض کنید چون بعد از اینکه اینجا بگیم اسب گسترش بده کرد پوزیشن شما باز هم پوزیشن بازنده ای خواهد بود چون دارین حمله میکنیم به این سرباز و عملا خونی خاصی رو وزیرتون نداره که بره و این رخ هم تا ابد باید تو این خونه قرار میگرفت و پوزیشن به شدت پسیو رو اینجا داشتین اگر که میخواستیم با وزیر بزنید ما تعویض میکردیم و بعد از اینکه تعویز شد اسب و گسترش میدادیم و باز هم همون در واقع پوزیشن با این تفاوت که رخ میتونه بیاد توی بازی و این سرباز هم به شدت اینجا ضعیفه سربازها منفردن و به راحتی میتونیم بهشون حمله کنیم که در نهایت پوزیشن سفید اینجا خیلی بهتر بود به همین دلیل کارلسن این حرکت رو انتخاب کرد اینجا رخ میره توی خونه d که یک اشتباهه چون اجازه حرکت سی 5 میده اما همونجور که دیدین واقعا نمیتونیم جلوی حرکت سی 5 بگیرین که به همین دلیل کارلسن اینجا انجام داد حرکت سی 5 اینجا فیل H6 بازی میشه و همونجور که میبینید سربازهای سیا کاملا این فیلو تحت کنترل دارن و این فیل سیا کاملا از بازی خارجه اینجا حرکت جیس انجام میشه و از سرباز دفاع میکنیم همونجور که میبینید دوبار زیر زر بود پس باید ازش دفاع کنیم که این حرکت انجام میشه اینجا رخ میاد بالا که واقعا انتخاب اونقدر جالبی نیست و واقعا حرکتی نداره فیروز جو توی پوزیشن به شدت پسیو قرار گرفته. اینجا اسب جا به جا میشه و الان میبینیم که به دو سرباز داریم حمله میکنیم. در واقع وزیرم نمیتونه بره سراغ این خونه چون در نیت باز هم وارد همون پوزیشن میشیم که بازی رو در واقع به راحتی میتونیم در بیاریم چون اگر که اینجا بریم اینجا رخ میاد توی بازی و حرکت خاصی نداریم بگیم که اینجا وزیر بیاد اینجا شما تعویض میکنیم و تعویض میشه این خونه رو بر ببخشید این خونه رو بر میداریم بعد از اون این خونه رو هم بر میداریم و بازیتون برد خواهد بود که هیچ مشکلی برای کالسن نداره به همین دلیل اینجا بعد از اینکه اسب گسترش بده کرد شما نمیتونید به سراغ این خونه اینجا رخ جابجا میشه با هم رخ میاد توی فایل و میخوایم فایل رو تحت کنترل بگیریم شاید هم یکی از روخ ها رو از بین بردیم که فرقی به اون صورت نداره اینجا میره سراغ باز کردن پوزیشن که هیچ مشکلی نداره چون شما میتونید تعویض کنید در نهایت اینجا به پیشنهاد تعویض وزیر میدیم که کار در واقع فیروزه قبول نمیکنه و فقط وزیر ای 4 میکنه اینجا بالاخره کالسن تصمیم میگیره که از سرباز دفاع کنه و حرکت ای 2 رو انجام میده دفاع نمیکرد واقعا فرقی نمیکرد دوباره وارد همون پوزیشن میشدیم که بهتون نشون دادم و هیچ فرقی به اون صورت نمیکرد سربازو برنده می و باز هم اینجا تعویز می هیچ فرقی نمیکرد اینجا حرکت ای 5 انجام میشه و الان روخ دی یک بازی میشه داریم هم دفاع می از این فیل و آماده ایم که پیشنهاد تعویز وزیر بدیم اینجا تعویز میشه و تعویض میشه و الان فیروزا از اونجایی که توی یک پوزیشن به شدت پسیو قرار گرفته و این فیلش عملا از بازی خارجه تصمیم میگیره که این فیل رو قربانی کنه با سرباز خونی F4 تعویض میشه و تعویض میشه یک فیل رو در مقابل دو سرباز داد که شاید بتونه یک چیزی رو اینجا به وجود بیاره اینجا کارلسن پیشنهاد تعویض وزیر داد که انتخابیه که واقعا خیلی میکنن تو این پوزیشن چون از اونجایی که میدونیم یکی مهر جلو هستیم میخوایم مهرها رو کم کنیم اما حرکتی که انجن به ما پیشنهاد میداد این بود که وزیر ایسه کنید بعد از اینکه اینجا کیش داد شاه جابجا میشه و بعد از اینکه شاه H7 انجام میشه توسط بازیکن سیاه قدرتمندترین حرکت ممکن اینجا شما توی روختون رو بیارین توی بازی و این نصب رو پین کنین و پوزیشن شما عملا میشه گفت برنده است اما به حال حرکت دیگه رو کارسن انجام داد که باز هم حرکت برنده ایه چون بعد از اینجا تعویض شد و با رخ زدیم بعد از اینجا حرکت در واقع h -ار انجام شد شما میتونید شروع کنید حمله کردن به این سرباز و همین حرکت رو دقیقا کارلسن انجام میده اینجا پوزیشن کارلسن کاملا برده چون میتونه اینجا بره سراغ این سرباز و از سرباز خونه e c6 در نهایت پوزیشنش کاملا برنده است اینجا حرکت رخ h7 از فیروزی انجام شد و کارلسن اینجا اشتباه کرد و رخ f1 بازی کرد و شروع کرد حمله کردن به این اسب اما حرکتی که میتونست بازی رو برنده کنه این بود که شما اینجا تعویض کنید و بگیم که بریم سراغ قدرتمندترین حرکات ممکن و اینجا کیش بدیم شاه جابجا جا بشه و رخ بیاد خونه h3 شما میتونید پیشنهاد تعویض رخ بدین و اگر که پیشنهاد تعویض قبول شد که این سربازو هیچ جوری نمیتونید جلوشو بگیرین یک مهر هم جلو هستین و این شاه هم به بهترین پوزیشن ممکن قرار گرفته اما اگر که بگیم قبول نکنین و رخ رو برگردونید بعد از این حرکت این این اس خیلی بدی داره و تنها خونه موجودش خونه C1 خواهد بود و به میتونیم این سرباز ها رو رو به جلو برونیم و حتی این اسب و در نهایت برنده بشیم به همین دلیل این پوزیشن پوزیشن کاملا برنده ای بود اما همونجور که دیدیم رخ F1 بازی شد اینجا کیش میریم شاه جابجا میشه و باز هم اسب میره توی خونه G5 کارلسن اینجا بالاخره سرباز رو قبول میکنه بعد از اینکه اینجا اسب اومد توی خونه 4 کارلسن اینجا یک اشتباه فاحش انجام داد و در واقع بازی رو کاملا از دست داد بازی برده رو کاملا از دست داد و اونم این بود که رخ خودش رو قربانی کرد که واقعا از کارلسن این حرکت بعید بود اما به هر حال این حرکت انجام داد با سرباز خونه دی میزنیم و این ساختار رو الان نگاه کنید که میتونن واقعا بازی رو تعیین کنن درسته که بازی مساوی اما واقعا این ساختار میتونن بازی رو تعیین کنن اینجا اسب میاد توی خونه D4 و داریم حمله می‌کنیم. به این سرباز اینجا رخ میری توی خونه H3 حرکت در واقع C6 انجام میشه شاه میری توی خونه F7 و الان داریم از سرباز به راحتی دفاع می‌کنیم. اینجا حرکت C7 هم انجام میشه و رخ فقط میری توی خونه C8 میدونیم که این خونه رو تحت کنترل داریم پس هیچ مشکلی فعلا نیست اینجا حرکت اسب C6 انجام میشه و بعد از اینجا کیش دادیم و شاه جابجا شد میتونیم این سرباز رو هم برداریم و اینجا کارلسن از اونجا که اسبش زیر ضربه یک اشتباه رو انجام میده و اسبش اون ور توی خونه یه دی 8 و کیش میده که بعد از اینکه اینجا بگیم شاه جابجا شد درست شما این سرباز رو برنده میشید اما بعد از اینجا رخ h انجام شد و کیش دادیم و شاه جابجا شد اینجا میتونیم پیشنهاد تعویض رخ بدیم که هر این حرکت انجام شد و کارلسن هم چاره ای جز تعویض نداره تعویض میشه و تعویض میشه و اینجا پوزیشن سیاه برنده است و حرکتی که شما به عنوان بازیکن سفید میخواید اینجا انجام بدید حرکت شاه g 3 اما حرکت برنده رو اینجا واقعا سخته که بخواید پیدا کنید پس اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن شطرنج رو پیدا کنید و بازی رو برای فیروز جا ببرید تبریک میگم اونایی که این حرکت رو پیدا کردن حرکت F2 اگر که این حرکت رو انجام میدادین قاعدتا باید با اسم اینجا کیش میدادیم بعد از اینکه شاه جابجا شد اینجا میرفتیم توی خونه G2 و خونه وزارت رو پوشش میدادین اما بعد از حرکت G3 از این ساختار دفاع میکنیم قاعدتا نمیتونیم این حرکت انجام بدید شد چون در واقع این خونه برنده میشیم و حرکت خاصی هم اینجا نداریم قدرت حرکت ممکن با به انجن شطرنج اینه که اسب دیسه کنید اما بعد از حرکت F4 شما نمیتونید برگردین و این سرباز رو برنده بشین چون حرکت رخ c کاملا بازی رو تموم میکنه و این پوزیشن رو هیچ جوره نمیتونه بازیکن سفید نجات بده و در نهایت مجبور مثلا اینجا اسبش رو قربانی کنه و با رخ میزنیم و این پوزیشن رو به راحتی هر چه تمام تر بازیکن سیاه میتونه برنده بشه اما به هر حال فیوژن نتونست این حرکت رو پیدا کنه و بعد از بعد از این حرکت انجام شد حرکت رخ جی دور انجام داد این هم بهتون بگم فیوژن واقعا اینجا زمانش کم بود و نمیشه ازش انتظار داشت که قدرتمندترین حرکات ممکن توی 25 ثانیه پیدا کنه و اون پوزیشن هم پوزیشن به شدت سختی بود و نیاز دارین که شما یکم فکر کنید و تا بتونید قدرتمندترین حرکات ممکن رو پیدا کنید و بتونید بازی رو ببرید به همین دلیل بعد از اینجا حرکت رخ جیدو انجام شد شاه میری توی خونه 4 شروع می‌کنیم کیش دادن و بعد از اینجا باز هم کیش دادیم حرکت شاه اچ4 انجام میشه و همونجوری که دیدین تکرار کردن بازیکن‌ها و توی این پوزیشن بود حرکت 52 که بالاخره هر دو بازی کن به مساوی رضایت دادن و این بازی مساوی تموم شد این بازی نشون داد که کارلسن اصلا توی روزای اوجش نیست و من تا حالا ندیده بودم کارلسن توی مسابقه کلاسیکال برتری مثبت 5 رو داشته باشه و بازی رو در نهایت مساوی تموم کنه به هر حال امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید توی بخش کامنت سیکشن به من بگید اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید که وقت بیشتری نمایش داده بشه ممنون و تا یک ویدیوی دیگه و یک شطرنج دیگه خدا